دوستای نازنین، دیگه طبق شروع برنامه به شما بگفتم که من به زیاد بخیر مایم یک برنامه که تعریزی کنم که انشالله هیچ کس تا حال این کار نکرده و من میفهمم که ام ببینم کپی میشه به خدا. بازم خدا را شکر که طنز شوخ هست، اگه طنز شوخ نمی بود چه کار میکردم؟ اگه بیایه ای هم که خوب خدا شاهده دو ساعت ما رو معطل کرده، امرو روز دیوم عید هم هست تا حال نامادم بیره غم بوش رو زندگی. السلام علیکم، خیریت بخیر عید شما مبارک. تا توی بادت سبابه جان سی چی عجب چشما ما روشن شد که سلامت باشه یارا دیستا عزیزا هم رزما خور میبینیم از پیرمرد خو خبر میگیریم. ما امروز یک برنامه قربان شما، امروز یک برنامه جدیدی داریم ان شاء الله که شروع هم از شما شد. دیگه ببینم خط می چیکار میشه. آماده ایم خط کو هر رقم خیر شه، بخیر کو هست ان شاء الله. هر رقم موضوعی که بود با چیکار کنیم انجام بده. خب آقا بفرمایید با ما باشید. کجا استاد میشی؟ من به خونه میگم کجا کجا ما استاد شد. اینا هم نواسای آقای سرخوشه. اسم تو چیه؟ اسیبا. کی؟ اسیبا. اسم تو چیه؟ اینم نرگس قبول میکنه. بیایم دوستای نازنین، دیگه میتو استاسته اونجا رو همینی کامره خود ست کنه، ما دیگه میتو میده میده بریم داخل. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نازنین، بازم عید سعید داود خواهد از صمیم قلب برای شما و تمام هموطنان عزیز کمی اکنون برنامه ویژه برنامه عیدی با هنرمندان میبینیم. خدا کنه که همیشه جور و صحیح و سلامت باشیم و عید داشته باشیم. تر برنامه، پلان برنامه اینا همه روی جان رحمانی آماده کردم. دیگه ما کار ندارم، اگه گپ و گفته شد مدیر نشرات شما اینا رو آماده کرده که انشالله ببینیم که شما برنده میشه یا بازنده میشه. اول که آقای سرخوش بزرگوار، شما پدرمونیم، عید با شما تبریک میگه و شما مگر صحبت داریم برای بیننده؟ میگه عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد، عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا. جوانان هم پیش از این که من از طرح برنامه نامی ببرم جا داره که به تمام بیننده های عزیز در سر تا سر جهان، مسلمین جهان و بلخص ملت غیور افغانستان و مسلمان افغانستان، عید سعید و دار که دوم عیده، به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که کنار خانواده های محترم خوب بی درد و بی غم در آرامش کامل به سر ببریم. و همچنین افتخار، جای افتخار به آقای امید جان رحمانی، عرفان جان عزیز که همچین ترهای جوانان هم بالاخره ترهای تازه به مغزا از اینا میرسه و او پیاده میکنم. و همچنین جا داره تشکری کنم از حمایه بیدراغانه آقای ایدری که واقعا همیشه جوانان استقبال میکنن و ترهای نار به دیده منت مینگرن. دیگه من امیدوارم که خداوند همیشه لب شما پرخنده داشته باشه و کنین شما گرم و گرم داشته باشه. سلامت باشیم، بخیر باشیم. ما زیاد اشیا نمیریم مثل برنامه های سابق، حال خرابه کم. اگه ما هم یک دونه بادوم میبرم میدارم سل میکنیم زد تا دیگه این بادوم میبرم میدارم. خب خیر، ما میفهمم که برنامه ما کوپی میشه. آقای سرخوش نازنی، این تر پلان انشالله آماده در داخل از این کاغذ ها پول هم نوشته. هر چیزی هم که نوشته بود من نمیفهمم، شما هم نمیفهمه، همین تیر بم دست ما بدادم چیزهایی هم که ماستم خریداری شده. انحال از بالا داخل از این شما میتونیم صدونه از این قرآ صدونه ورداریم هر چی که بالا آمد چی بیتر که ار صدونه هر یک یک هزار بالا بیا که 3000 تال شما و چی خوش دارم که دیگه چیزا بالا بیایی بعد انجام بده. باش اوکیه؟ اوکیه. قبول بدیم برای بیننده. بیننده عزیز، هر چه به طعم قوطی عطار بود مجبوریم ما اجرا کنیم. خب شروع میکنیم، بسم الله میکنیم. دیگه اولین غوره شروع هم از شما بوده، افتتاح هم از شما بوده. الان شما دیگه یک دونه ور داریم بخونیم، هر چی که بالا آماد
برای شما تقدیم میشه. گرچه من چانس و تالی خودم کمتره، به چانس و تالی هم چانس دارایی که به دنیا چانس داره هم ور میدارم. باز هم های تکنه نیست ایگه دیگه غلامان شد به خود خوله شد دیگه. ای بسم الله الرحمن الرحیم. به چانس شما یکی که دوتا باشه باز آن یکی یه برده با کنی. یا بسم الله. بردن اسم سه قضا به حرف کاف. خب سه قضا کیچیری کفته کباب. آفرین ماشاءالله. یک دسته بزنیم افتخار آقای جانگوش. بیاییم بعدی رو برداری. بعدی رو همین نواسته ما بردار. بردار یکی بخور. بردار بابا چی شانس داره نواسته. خوبه دی ببینم از تو چی شانس بالا من ما تو بدیدی دیگه نه؟ خاطر آقای سر خوش کمک کرد بابت شکم هم مشکل میده اموالی معلوم میشه خلاص دیگه. نه والله کمک بریکی های نشون داد. خب چگاه بکنی؟ اجرا میکنم. دوستای نازنی؟ بله اینا رو اجرا میکنم بابای سر خوش. صد دفعه تو بگفتم یک چیزی بردار که به درد ما بخوره. تو چی ویل نیستی؟ تو هم مقلتی ها پیار خونه میبینی به بخور نمیبینی و چرا تو بر ویل نیستی؟ ها؟ ها؟ چرا بر ویل نیستی؟ بگو ها؟ آره این هم در ایت میبینی چه کنه پلو بندی میکنه یه بعضی که حضری رو بردار که بابا بره خودتو چیز میزی بخریم بخوریم خدا این شانس دیگه. خب یک دونه دیگه هم بداره مقای سر خوش ایر کی برداره ایر هم برو برداره برای یک شانس دیگه هم با تو میده بردار وای تا کی مل به حساب جور شما رو بکشم تا کی ای بابا خب بگیم بری بینیم دا کسی بلا بکنم نای عزیز یه هرچه نشون نی چکاشم یه هرچه مشکله اما مجبوریم چون وقتی که میگیم ما هنرمندیم هنرمند باید مثل خمیر باشه و هر روخی بپیچه تا بموره یعنی کی سعد میگیره؟ نه یک چکه که دیگه چیزی که هسته نمی خلاص مدت 30 سنیه تایمیر گوشه خوب بزن تایمیر گوشه خوب بزن هرچی هستی بالا شد مگر جایزه بده دیگر همین نمیشه با حال سه تا پرزه بردشن دو تا انجام دادیم یکی دیگه بمونده این هم شروع کنیم دیگه شروع؟ شروع بره شروع ماشاءالله آقای سرخوش ماشاءالله واقعا نفس دیگه خوب دلالگا نفس دیگه خیر بینید آخری زور خوب بینید در عزیز بزدین دیگه سن که بالا بره بابا ایت چیز دار با جوانا دیگه گود و میدانه نیما سلامت باشیم شما سه قرار بردشتیم جایزه نبردیم دیگه این نصیب و تقدیره دیگه کارگردان از این برنامه خیلی قویه فهمیدی؟ همه گی همین زود چه و نمایش نباشه نه نه گوی تو باز نشون میده برنامه باز ببینیم خب آقای سرخوش نازنین در آخر برنامه اگر
کدام پیام چیزی برای هموطنان عزیز داشته باشی. میفهمین که زندگی یک هنرمند از بعد شروع از او تا به ختم یا که خداوند عمر به او میده، همین عمر خور فدای مردم خو کرده و نثار مردم خو کرده و همیشه چون گل لبخند و لبا از اونا میاره و تمثیلی که میکنه دارای پیام های گوناگونیه. دیگه ما امیدوارم که دوستان عزیز تا عید دیگه اگر ما زنده بودیم که انشالله باز هم به خدمت شما هستیم، اگر سفر رفت سفر بستیم و رفتیم و ما امیدوارم که شما برنامه رو که میبینیم فقط بحق ما دعا کنیم. سلامت باشیم، الله شما رو حفظ کنه، همیشه شما صحیح و سلامت باشیم. شما بودیم که امروز ما جوانا رای قدم های شما، رای پاهای شما رو ما لغت کردیم. امیدوارم که بتونیم خوبی های شما، محبت های شما رو انشاءالله ما بعد از هزاران سال ما بتونیم یاد بودی از نام شما، نشان شما انشاءالله باشیم. آقای سرخوش، دوستای نازنین، از بس برنامه اینجوری خلاص شد قرعه کشی اینا، آقای سرخوش زمزمه خوبی هم میکنم، من دوست دارم که یک زمزمه هم بکنه، همیت یادگیری هم برای ما بمونه هم برای بیننده های عزیز بمونه که ما گوش کشیم لذت ببره. بیننده عزیز باور به خدا بکنیم، ما آواز خون نیام، میشه همین آواز خونات خدا اینا خواسته، میگه که تشبس به کار دگرای بزرگترین جرمه. اما چون روز خوشیه، روز عیده، روزی هست که همه شما گل لبخند و لبا شما نه، من دیگه توفی ندارم، کاش میبینین کنار سفره ما میچشتیم که این دیگه واقعا افتخار بزرگی بود. دیگه همی توفگه که دارم که خدا کنه که آواز خونامو ایر به انتقاد نگیرن و مار به حساب چی نکنند. دیگه به عرض معذرت با اجازه از تمام آوازخونان بزرگ و کوچک من این جسارت رو میکنم و امیدوارم که مار به بزرگی خود خوب ببخشم. پیری رسید و فصل جوانی دیگر گذشت، ببین دلا که عمر و چیستان بی خبر. سای نازنین، دیگه ما کوشش میکنیم که روزا عیده باز هم سر میکنه آقا سرخوش باز به گریه کردیم. خدا شما رو الهی هزار سال زنده داشته باشه. سای نازنین واقعا سخته، خیره شما ما رو ببخشید، شما بزرگواریم، شما نمی بودیم امروز تئاتری هم نبود، شما اگه نمی بودیم امروز سینمایی هم نبود، اگه شما نمی بودیم امروز شاید به جامعه مثل ما شاگردهایی هم نمی داشتیم. پس خدا را صد هزار مرتبه شکر که شما هستیم، مثل شما آقای حسین زاده، آقای امینی، آقای فکوری، بزرگوارایی که هستیم، خداوند شما را حفظ کنه. قربان شما، بازم از شما معذرت میخوام. بیم بس رواز میکنیم دوستای نازنین، همه با گریه کردم آقای سرخوش، واقعا سخت پیری، جوانی و پیری دیگه یک عمره، عید از بالا عمر آدم تیر میشه، روزا از بالا عمر آدم تیر میشه، چی بیتر که از انسان چیز دیگه نمیمونه، یک خوبی میمونه و یک بدی. و دوست داریم که همیشه خوبی همی هنرمندو همیشه بوده، به خاطر همی شادی ها شما از هر چیزی هنرمندا بگذشتن، از سفرهایی که مایه شده برای آقای سرخوش، آقای حسین زاده، خودم شخصا، همه همکارا، و بازم به خاطر شما هم وطنان عزیزی که به خارجیم، ما هم بیاییم بس شما دلگیر میشیم، چی سیل میکنیم، چی تماشا میکنیم، فرهنگ هرات، عنعنات هرات، رسم رواج هرات، کلن کلتور هرات ما با شما انشالله به تصویر میکشیم. و بازم از جناب استاد بزرگوار خودم جدا معذرت خواهی میکنم که من از اینا درخواست آهنگ کردم و اینا
گریه کردم، واقعا سخته. چند تا آهنگ تا باله به نعمت الله جان حسین زاده که از شیرا از خود شما بوده و از اج آقا خدا بیامرز بده تقدیم کردیم داده میشه. چند تا نوم ببریم زمزمه بکنیم که همین پس لبخند شما برای هموطنان عزیز ما خیلی مهمه. از خود ما که کم بوده، از بیشتر یا شیرا تنزی و یا فکه نامهایی که از پدرم بوده دیگه، امنا را آقای حسین زاده زمزمه کرده و بخونده. میتونم نام ببرم یکی همو بدیدم یک عروسی باشه. الان امیر مگه بخونه که لباش من شدین شد. بدیدم یک عروسی باشه رنگی، به هر خانه صدای دنگ و پنگی. فلو را ستینی نو همی خورد، گدا با فرق خود می خورد دنگی. بشد کم بود مقدار ز پیش کش، خسر دوماد به هم کردن جنگی. خسر بم سوی دوماد خورد تلخ کرد، به هم رفتن هر دو چون پلنگی. زدن که تا منی یک باز گردید، لباسا تک تک چون ملنگی. چنان حرفای بد به هم بگفتن، که هر حرفی برده پیش پنگی. به بین مردمان چی رقصا شد، بگفت پیر مرد به پیر زاله جفنگی. چی ناله می کنی سرخوش در این را، فروشی دختره کار نیست ننگی. دیگه این خلاصی بود، بازی بیشتر اشعار داره که باز حسین زاده بخونده، در فعلا در ذهن منیه. و یکی امو بیا مرا در سر باید دایم خمار بنگ و کنداله. دیگه مثلا برفتی تو زی دنیا پیر زاله، با منفل تو زمایان جوق و ماله. سه شبشان گل و اسخات عددا شد، بعد از هفتم و چهلم آش ساله. خورزاده با فاتی تو بیاماد، بزد فریاد و میگفت خاله خاله. تو دلسوز و قرود ماله می بودی، تو رفتی کی با ما قرود با ماله. دیگه بالاخره این شعر همیت ادامه داره که این برای نمایش مفران سلیقه من بود. و اشعار خیلی زیاده، یکی مثلا بیا کاک زنیم چرسی که دنیا در گذر باشد. وجود خشک تریکی فقط چوکات در باشد. به این بقه و این پره ندارد تاب آن را کس، نه من آرم نه اگر فیل و فنر باشد. دیگه این اشعارهایی که از پدر خدا بیامرز ما مونده. دیگه ز درد دل که ابراز نباشد، میان من و تو راز نباشد. نباشد قابلی بودن دقیقه با آن مجلس اگر ساز نباشد. اگر ساز است دول است یا نقاره، چی حاصل آن که چوب باز نباشد. ندارد لذت نان فطیرش با آردی که در او قاز نباشد. و دست آوردن مرغان محال است شکری را اگر باز نباشد. بگیر تقلب میکند ناظر با بادار، اگر بخشش و انداز نباشد. بعد از اون با آخری میگه بگیر سرخوش اگر دری رفیقی، به شرطی آن که چنباز نباشد. سلامت باشیم جناب آقای سرخوش و نازنین. خدا همیشه شما را متشاد داشته باشه. همراه تمام عزیزای ما سلامت باشیم، زنده باشیم. قربان شما. پیام آخری شما رو میشنویم برای هموطنان عزیز خود. پیام آخری اینه که دیگه خداوند به حال ملت افغانستان رحم کنه، به حال مردم افغانستان، به حال کشور ما دیگه خودی و نظر خور بندازه. و این ملت و این کاروانی که راه گم کرده، هدایتگر راه از اینا بشه الهی. که بتونیم ما به یک آرامش و یک آسایش و یک پیشرفت برسیم. از تمام عزیزانی که کدورتی به دل دارم بین اینا شکن رنجه شده، میدارم که از این سنت ها یا فرایز پسندیده عید استفاده کنم، برم هم دیگه رو به آغوش بکشم و میرو محبت خور به هم دیگه نشان بدن. دنیا کرای هیچ چیزی نمیکنه. یک خونیه که دارای دو در، از این در داخل میشیم، از این در بیرون میشیم. این 60-70 سال عمری نیه که ما میکنه، کرای از این هم نمیکنه. و من تشکری میکنم از تمام پرسنل تا
طنز شوخ که واقعا یک کنون گرم در داخل طنز شوخ به وجود آوردن که خدا شاهد ایام عید ایام خوشیه. ما به خونه دق آوردم میگم ای کاش به دفتر میبینم، آنقدری عزیزا با هم محبت دارم، آنقدر با ما محبت دارم. ما تشکری میکنم از این کنون گرمه که آقای ایدریر خداوند توفیق داده به این کنون ادا کرده و امروز چهار تا جوان و مثل ما پیرمردار به اونجا جمع کرده که واقعا خداوند به دین و دنیای خوار نکنه و همیشه مثل فرزی تک تک عزیزان همکار خور، چی از فیلمبردار چی از ایدیتور، همین جمع که هستیم بی غم و بی درد باشم تا بتونیم بیشتر از این به خدمت شما عزیزا باشیم که بتونیم توفه خدا پسندانه که همانا گل لبخند بله با شما جری بسازیم. سلامت باشیم قربان شما، الله شما رو حفظ کنه. و دوستای نازنین برنامه به اینجا ختم میشه و باز میریم به خونه همکارای بعدی دیگه ببینیم که سربری صاحب نازنین کی رمان کرده که انشالله باز بریم به خونه از اینا که ببینیم آیا شانس از اینا چیه، آیا اونا هم صاحب مقدار پول میشم یا چیزی که بالا میه به مثل جناب بزرگوار استاد نازنین و آقای سرخوش عزیز که سه قرار بردشتم و انجام دادن. خدا شما رو حفظ کنه، صحیح و سلامت باشین. دوستای نازنین این برنامه به اینجا ختم شد، باز با ما باشین که باز برنامه بعدی باز کدوم هنرمند هسته. قربان شما، با عزت باشین، خدا نگهدار.